با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، پژوهشگر و نویسنده فرهنگ آرمیکا. در این برنامه به داستان زندگی بیژن کامکار می‌پردازیم. امیدوارم مورد پسند مخاطبین عزیز قرار گیرد. بیژن کامکار نوازنده و خواننده موسیقی سنتی ایرانی و از اعضای گروه کامکار هاست که در 28 آذر 1328 در ارومیه به دنیا آمد. بیژن کامکار از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفته است. بیژن کامکار در سال 1328 در ارومیه به دنیا آمد. سپس پدرش از ارومیه به سنندج منتقل شد. مانند دیگر اعضای خانوادهش، نزد پدرش حسن کامکار به فراگیری موسیقی پرداخت. نخستین فعالیت حرفه‌ای او در رادیو در مقام خواننده بوده است. نخستین سازی هم که برگزید تنبک بود، اما پس از آن با سازهای ملودیکا و تار به نوازندگی در گروه خانوادگی کامکارها پرداخت. در سال 1353 با ساز تخصصی تار وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در رشته موسیقی تحصیل نمود. او جزو بنیانگذاران گروه های شیدا و عارف است و در کنسرت ها و آثار متعدد در مقام نوازنده و گاه خواننده حضور داشته است. در سال 1348 با محمد رضا لطفی آشنا شد که به گفته خود وی نقطه عطفی در زندگی هنری او به شمار می رود، چون بعد از پدرش نقش مهمی در آشنایی او با تار و موسیقی ایرانی داشته است. همچنین این آشنایی باعث ورود وی به عنوان نوازنده تنبک به گروه شیدا می شود، اما پس از مدتی با ورود برادرش ارژنگ کامکار به گروه، وی به نوازندگی رباب روی می آورد. بیژن کامکار بعد از گروه شیدا به عضویت گروه عارف نیز در می آید. شاید بتوان مهمترین نقش وی در موسیقی ایران را وارد کردن ساز دف برای اولین بار به اجراهای عمومی دانست. در هنگام عضویت در گروه شیدا به پیشنهاد محمد رضا لطفی از ساز دف در یکی از کنسرت‌های گروه استفاده کرد که با اقبال فراوان علاقمندان مواجه گردید و امروز دف یکی از سازهای مهم در گروه‌های موسیقی ایرانی است و نوازندگان فراوانی در این رشته به فعالیت می پردازند. پیش از این دف فقط در مراسم مذهبی دراویش در خانقاه ها مورد استفاده قرار می گرفت و در گروه های موسیقی ایرانی استفاده نمی شد. برخی از آثار وی عبارتند از جان جان، چهره به چهره، سواران دشت امید، چاوش، سپیده، به یاد طاهرزاده، زردی، خزان، بامداد، دف و نی، گل نیشان، کوهستان، مهتاب رو، افسانه تنبور، شباهنگام و آوای باران. به پایان این داستان انسانی از فرهنگ آرمیکا رسیدیم. به امید فرهنگ و زندگی برتر و بهتر برای همه ساکنین کره زمین.